ما انشالله قسمی که پلان کردیم و پلان دادیم به شهروالی کابل، ما تا آخری ما را کوشش میکنیم که ما به طبقه اسفالت سرک آماده بسازیم. بله، بسیار از خرسند زیاف هستیم از که کار کنه و آبادی کنه مملکت ما جور شود تا که دستمون در مملکت های دیگه دراز شود. خود ما باید خود کفاشیم، از مملکت خود نگهداری کنیم، هر جایی که خراب میشه آبادی کنیم. این بسیار خوب است در منطقه. پننگ میڑان سنبال کور دیدم میرو ویسا و عبدال ما تکرل غربی فوجونا ما تکرل کرد دجال. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندای عزیز السلام علیکم، امیدوارم هر جایی که هستین صحتمند و سر حال باشین. با فراگیر شدن برنامه های ساختمانی شهروالی کابل، کاری سرک های زیادی در شهر کابل آغاز شده. همونطور که شما شاهد هستین، شماری از این سرک ها کارشان تکمیل شده و مورد بهره برداری قرار گرفته، مثل سرک کوتل خیر، سرک کوتل خیرخانه و دیگر سرک ها. و همینطور شماری از این سرک ها کارشان جریان داره و بعضشان 80% پیش رفته و بعضشان مانند این سرک که 30% کارش پیش رفته. این سرکی که از پل سوخته آغاز میشه و به سرک پل سرخ وصل میشه، این سرک نزدیک به 1 کیلومتر طول داره و یکی از سرک های بسیار مهم و اساسی شهر کابل است. این سرک در 30 متر عرض ساخته میشه و شامل گلدان و جویچه ها و پیاده روها میباشد. با ساخته شدن این سرک رابنده های پل سوخته تا حد زیادی کاهش پیدا میکنه. ما هم امروز آمدیم تا از جریان کار این سرک گزارشی برای شما عزیزان داشته باشیم. آرزو میکنم تا آخر ما را همراهی نمایید. سر رغلا ازادی استقلال اسمو ازاد کردی دای پوز وقت تکبیر. فعلا قسمی که شاهد هستین و میبینین و فعلا نظارت کردین، کار پروژه بدن سازی از این فعلا روان است. ما مواد سبیسی ازی فعلا امارکارش جریان داره در طول سرک در کل و ساختمان های آبروی ازی یا جویچاش و باکس کلورتی که در این مسیر است تقریبا کارش 60% پیش رفته و کار باقی ماندهش دو سمت پل در نقطه ختمی سرک به طول 100 متر در طرفه سرک کارش جریان داره. جویچاش فعلا سیخ بندی است و کنکرنزیش هم انشالله در این هفته صورت میگیره و ما انشالله قسمی که پلان کردیم و پلان دادیم به شهروالی کابل، ما تا آخری ما را کوشش میکنیم که ما به طبقه اسفالت سرک آماده بسازیم. جنرال صاحب، کاری برداشتن موانی یا تخریب موانی کاملا تکمیل شده؟ اما تو قسمی که دیده میشه تکمیل شد. اما تو راست بله، کاملا، چون این کار ابتدایی بود. کاری که در اول که ما کار پروژه را شروع کردیم، یک حجمی بسیار کلان و یک چالشی بسیار کلان در مسیر رای ما همی بود که خوشبختانه ما تانستیم که در طول 1 ماه و 10 روز تمام موانی ها، تمام مواد مخروبه از اثر تخریبی خانه های مردم که یک حجمی گفتیم بسیار زیاد بود، ما ایرا مکمل کاملا ورداشتیم و انتقال شده مساحه و بعدا پروسای بعدیش با سرش شروع کردیم که فعلا ما در مرحله سوم چهارمی سرک قرار داریم. جنرال صاحب، طوری که دیده میشه یک طرفی سرک، یعنی یک لاینش فعلا کار در حد پیش رفته. یک قسمت دیگه از یانوس که دیده میشه خاک ها انبار است، یعنی این بیانگری است که کار اونقدر پیش نرفته. چطور است؟ نه اوتر نیست. این مواد فعلا که میبینید مواد سبیس گفته میشه که ما یک لاین یزی را آماده کردیم، مواد انوار کردیم، فعلا پروسای گرید یزی، لیولینگ یزی و کمپکشن یزی جریان داره. این یک خلاص شد، ما میتونیم که به سمت بعدیش در خط دوم ما کار بکنیم. یعنی همزمان کار پیش میره؟ بله بله، همزمان. این هم کارش پیش رفته، فقط لیاری بعدی را ما همین لیاری که فعلا ما انوار کردیم مواد سبیس و در خط دوم ما پس کار شروع میکنیم و مواد هم به می خاطر آورده شده، مواد ذخیره شده. ای که خلاص شد، کارش تکمیل شد، ما خط دوم شروع میکنیم. کار همزمان جریان داره در طول تمام همین سرک، همین پروسه جریان داره. انجینر صاحب،
شمار زیادی از مردم به خصوص کسایی که از این مسیر رفت آمد میکنه یا خانه هایشان در مسیر سرق قرار گرفته، اینا شکایت از کندی کار دارن، یعنی میگن کار خیلی وقت پیش آغاز شده بود اما متاسفانه اونطوری که تصور میرفت، اونطوری که اینا آرزو داشتن که باید کار با وجه احسن پیش میرفت، پیش نرفته. دلیل شما در چی میبینید؟ خب مردم است، مردم از لحاظ تکنیکیش نمیفهمند که کار سرک یک پروژه است، یک پروسه است که زمانگیر است. این برای ما ده ماه از طرف شوروالی از تدارکات وقت داده شده است که باید ما در ده ماه قراردادی بتونه که پروژه تکمیل کنه، ولی تا فعلا ما وقتی که سپری شده سه ماه شده. خب مردم است، هر قراری که کار بکنی بازم امو برآورده نمیشه و نیازمندی هایشان توقعاتشان بینن. کار ما پس نیست، کار ما مطابق به پلان است، از پلان هم انشاءالله پیش هستیم و امو قسمی که پلان میکنیم ما عملی میشه و از طرف شاروالی، از اداره شاروالی، خود شاروال سه، مین سه، آمیر سه، اینجر صاحبا میان نظارت میکنن. کارا انشاءالله پیش است، پس نیست. و یک گپی دیگه است که پیشرفتی بیشتر پروژه در طبقه اسفالت است. وقتی که ما ولی فعلا هر قدر که کار بکنیم پیشرفت ما ناچیز است، چون قیمت های پایین است. وقتی که در خود اسفالت که رسیدیم یک دم فیصدی ما فعلا در 25 است، در 70 فیصد میرسه. جنرال صاحب از جزئیات سرک نگفتین، از گلدان و پیاده رو و جویچه و اگرچه ما در آغاز برنامه گفتم که این سرک هم مانند سایر سرکایی که شاروالی کابل میسازه شامل گلدان و پیاده رو ها و جویچه ها میباشه، اگر شما بگوین بیننده از زبان شما بشنون بهتر است. خوب است، خوب است که لایتنگ هم داره یا نداره معلومات داشته باشن. اول طول سرک است 910 متر، عرضش است در کل در مجموع 30 متر است که هر خط دو خط رفت آمد است، هر خطی از این 9 متر 40 سانتی عرضش است. در وسط 2 متر گلدان داریم، در دو کناری سرک 1 متر 50 سانتی باز گلدان داریم، سای سبز است. بعد از او باز در دو سمتی دو کنار ما چی داریم؟ پیاده رو است، یک طرفش 2.50 است، یک طرف 3 متر 10 سانتی است. تشکر اینجور صاحب، ممنون، تشکر بسیار زیاد از معلوماتتان. سلامت باشین، سپاس از شما. سلامت باشین. بینندگان عزیز، این سرک هم سرک اتصالی که از پل سرخ، از پل سوخته آغاز میشه و به پل سرخ و سرک پل سرخ وصل میشه، یکی از سرک های بسیار مهم و اساسی شهر کابل است که مانند سایر سرک هایی که شاروالی کابل کارش روی دست گرفته با تمام جزئیات یک سرک معیاری ساخته میشه. گلدان وسطی به شمول دو تا گلدان کنار سرک و پیاده رو ها و جویچه ها. ای صاحب، پیش از اینکه سرک کار شروع شوه که هنوزم کار جریان داره، تکمیل نشده، چطور است وضعیت؟ رابندی است در این مسیر؟ والا در این مسیر خود زیاد چیز بوده، رابندی ها بوده، یعنی دیگه حال این سرک اگر تیر شوه دیگه بسیار خوب میشه، برای رابندی ها بریزی ها میشه بسیار کم میشه. یعنی به نظرتون این سرک اگر ساخته شوه و کارش تکمیل شوه، رفت آمد صورت بگیره از این سرک، رابنده های قسمت پل سوخته و دیگه این گلای دواخانه و قسمت ها کم میشه؟ این خب بسیار کم میشه، زیما میشه کم میشه. ولی در اون سرک این در این طرف که بود یک سرک بود، این شما شاهد هستی که اونجا چی حال بوده، در این چی دواخانه پل سوخته مثلا موترا بود، استاد می بود. ولی این سرک اگر تیر شوه این مسیر از این مثلا میره پل سرخ مستقیمان، اون او مستقیمان میره پل سرخ، زیان خیلی کم میشه، خیلی خوب میشه، کلگی راضی است از این کار. آی صاحب، به نظرتان همونطور که میبینین شاروالی کابل سرک های زیادی را کارش آغاز کرده، ساختی سرک ها چقدر سهولت برای شهروندا به بار میاره؟ خیلی زیاد سهولت است برای مردم کابل. امیدی اول خو این دیگه که زیام مردم کم میشه، زیام مثلا این موتورا که میره میاد دیگه رفت آمدش خیلی کم میشه دیگه. ولی این ای سرک پیشتر برای ترس کردیم، این ای سرک پیش سرک است دیگه یک سرک بوده، ولی اگه این دو سرک شوه زیام خیلی کم میشه. اسمو ازاد کرده دی پوز وقت ده تکبیرو ده غیرتو. خوشحال هستیم که خوب شده این منطقه سرک مجور میشه، از بسیار خرسند هستیم. خداوند کسایی که کار میکنه خداوند اجر خیر بده که مردم
یک را جور شوه مگه ماجد آباد کو سرک جور کن مسجد هم آباد کو سرک هم آباد کن اردویش آباد کن گپی خوب خودت گفتی بعضی ها میگن که مسجد ویران کو سرک آباد بکن اردویش آدم باید جور بکنه هم مسجد بسازه هم سرک بسازه اوی بسیار خوب است که هم مردم مسلمانی اطاعت پیروی از خدا کنه هم بدر جانی سرک کلان شوه که مردم آبادی بکنه آها. برادر عزیز همونطوری که میبینی شاروالی کابل کار سرک های زیادی را در کابل آغاز کرده بله. دشتی برچی، بله کوتل خیرخانه، این منطقه، همه این مناطق دیگه نظرت چی است در مورد فعالیت های شاروالی کابل؟ والا بسیار از خرسند زیاف هستیم از او که کار کنه و آبادی کنه مملکت ما جور شود تا که دستمون در مملکت های دیگه دراز شود خود ما باید خود کفا شیم از مملکت خود نگهداری کنیم هر جایی که خراب میشه آبادی کنیم این بسیار خوب است در منطقه شاروالی کابل خود سرک هم میسازه محافظت و نگهداری و مراقبت سرک ها وظیفه شهروندان است. بله. خودت چقدر آمادگی داری که سرک هایی که ساخته میشه حداقل این سرک در قسمت نظافت و پاکی و سرسبزیش توجه بکنی؟ بسیار زیاف کوشش میکنم مگه خودم یک دانه قاغه از هر جنگلی باشد میواردارم خودم کراچوان هستم در یک جای گوشم میبرم در جای معینش میندازم که سرسبز باشیم آباد باشیم از مملکت حفاظت کنیم طالب جان دی و خار اولست زمود امن پیغام طالب جان رفت آمد از این سرک است از این مسیر است رفت آمد از این سرک است این سرک خیلی در مردم خوب شده از این باید خیلی خوب مشخصی بینگره سرک ها را شاروالی کابل می سازه قضاوت خودت منیسی یک باشنده کابل چی است در مورد فعالیت های شاروالی کابل خوب است در مردم خیلی خوب است در زیاد دیگه تشکر میکنیم سرای مردم کابل جور میره خدمت میکنه دیگه خیلی تشکر میکنیم امی سرک ها که ساخته شده به شمول این سرک چقدر سهولت برای شما به بار میه خیلی فایده میرسند این سرک ساخته شده دیگه کسی اینجا خانه است از اینجا میده دیگه این تامش خانه میریم دیگه هازا کار و هازا خانه هم دیگه آه در کار در خانه این سرک خیلی در مردم خوب شده سلامت باشی تشکر از خیلی سرک پل سوخته الا سرک پل سرخ یعنی این سرک که نزدیک به 1 کیلومتر طول داره و 30 متر عرض در 2 لاین یا 2 خط ساخته میشه رفت و آمد با ساخت این سرک با تکمیل شدن کار این سرک رابنده هایی که در قسمت گولایی دواخانه و پل سوخته ایجاد می شد برطرف شده و شهروندان به ویژه کسانی که از این مسیرها رفت آمد می کنند به سهولت های شهری دست خواهند یافت. بیننده عزیز این بود برنامه امروز ما تا برنامه بعد که در خدمت شما عزیزان قرار می گیرم شما را به الله متعال می سپارم موفق و سر بلند باشید. رب لپار هغه کوي سوزک جنگ تل د خایست وی زموږ خاوره په شملو د غیرتونو وطن د نن زمیرتونو وطن د